خودش میگفت اسمش عزته، بچه سنگلج، ولی همه او رو به اسم آقای انتظامی میشناسن. عزت‌الله انتظامی بازیگری بود که فقط مشهور نبود، او یه انسان محبوب برای خیلی از کسانی هست که از دور و نزدیک میشناختنش. یادی از عزت سینمای ایران در آپارات این هفته. سلام، حسن سارچو هستم. خوش اومدید به برنامه آپارات. این هفته ویژه برنامه‌ای داریم برای عزت‌الله انتظامی، بازیگری گزیده‌کار و برجسته که تنها به خاطر هنر و تواناییش در بازیگری شهرت نداشت، بلکه خلق و خوی او و مشارکت گستردهش در فعالیت‌های اجتماعی از او چهره‌ای ماندگار در نزد هنرمندان و هنردوستان ایرانی به جای گذاشته. از جمله فعالیت‌هاش برای جلوگیری از اعدام نوجوانان و کمک‌هاش برای بچه‌های افغان و همچنین فعالیت‌های زیست‌محیطیش. عزت‌الله انتظامی در سال 1303 در تهران متولد شد و هفته پیش در همین شهر در سن 94 سالگی درگذشت. آقای انتظامی کارش رو در عرصه هنر با پرده‌خوانی نمایش شروع کرد. سالها به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر بر روی صحنه فعال بود و تا اوایل دهه 70 در بیش از 400 نمایش یا تئاتر به عنوان بازیگر یا کارگردان نقش آفرینی کرد. اما حضورش در سینما بسیار محدودتر و گزینشی تر بود. او در طول 6 دهه فعالیت هنریش در حدود 50 فیلم به ایفای نقش پرداخت و با نمایش خیره کننده‌اش در فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی نام خودش رو به عنوان یک بازیگر متمایز سر زبان‌ها انداخت و اولین بازیگر ایرانی شد که تونست از یک جشنواره بین‌المللی معتبر جایزه بازیگری رو بگیره در سال 1350 جشنواره شیکاگو. در طول این سالها بازیگران بسیاری در سینمای ایران شهرت پیدا کردند. اما چرا عزت‌الله انتظامی بدل به چهره‌ای متمایز شد؟ در این برنامه فیلم سینمایی مینای شهر خاموش رو خواهیم دید که یکی از آخرین فیلم‌هایی هست که آقای انتظامی در اون به ایفای نقش پرداخت و موفق شد باهاش آخرین سیمرغ بلورین بهترین بازیگری رو از جشنواره فیلم فجر به دست بیاره. اما قبل از دیدن این فیلم از محسن مخملباف، نویسنده و فیلمساز به نام ایران که در فیلم به یاد موندنی ناصرالدین شاه اکتور سینما سابقه همکاری با آقای انتظامی رو داشته دعوت کردیم که در این ویژه برنامه با ما باشن تا همراه با دیدن نمونه هایی از هنر بازیگری عزت‌الله انتظامی در فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما از ویژگی های او برامون بگن. خیلی خوش اومدید آقای مخملباف به برنامه ما. درود بر شما. آقای مخملباف، جایگاه عزت‌الله انتظامی رو در سینمای ایران شما در کجا میبینید؟ خوشبختانه آقای انتظامی عمر بابرکتی داشت، هم به لحاظ طول عمر که 94 سال زندگی کرد، هم به لحاظ کیفیت آثار هنری که از خودشون باقی گذاشتن. علاوه بر اون، آقای انتظامی هنرش شغلش نبود، با شغلش کاسبی نمی کرد، هنر فروش نبود، حساسیت اجتماعی داشت. ترکیب این مجموعه، عمر طولانی، استعداد هنری، حساسیت اجتماعی، برای ما یه هنرمند موندگار به جا گذاشت. و از سنین بالا هم مطرح شد، تازه به خصوص در عرصه سینمای ایران. برخوردش با نقش چطور بود؟ بله، آقای انتظامی تقریبا از 50 سالگی تازه مطرح میشه. یکی از ویژگی های ایشون این بود که علارغم اینکه مطرح شده بود، باز درس بازیگری هم میخوند متواضعانه. خیلی منظم بود. بیشتر میگفتش که یک هنرمند غیر از استعداد اگر نظم نداشته باشه به جایی نمیرسه. من یادم میاد برای نقش ناصرالدین شاه معمولا ساعت 5 صبح و زودتر میومد به کاخ گلستان. من خودم 5 صبح میرفتم سر صحنه، ولی همیشه آقای انتظامی زودتر از من سر صحنه بود. میگفتم برای چی اینقدر زود میایید؟ میگفتش مگه نظم نداشته باشم؟ اگر توی نقش نرم نمیتونم از پس این نقش بر بیام.
شد که من مثلا یه موقعی ساعت 4 صبح رفتم کاخ گلستان، باز دیدم آقای انتظامی زودتر از من اومده سر صحنه، داره دیالوگاش تمرین میکنه، توی نقش ناصرالدین شاه میره، میخواد از عزت انتظامی بودن در بیاد. فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینمای به دلیل زیادی یکی از فیلم‌های استثنایی تاریخ سینمای ایران هست. یکی از این دلایل بازی عزت الله انتظامی در نقش‌های متفاوت در یک فیلمه. متاسفانه امکان نمایش کامل این فیلم برامون فراهم نیست، اما بخش‌هایی از بازی‌های آقای انتظامی رو در این فیلم انتخاب کردیم که در ادامه می‌بینیم. اول این بخش رو با بازی درخشان عزت الله انتظامی در نقش مظفرالدین شاه ببینید، بعد برمیگردیم با آقای مخمل باف درباره نقش صحبت میکنیم. به یارم، به انگشت من نگاه کنید و برای ثبت تاریخ از سفر پاریس بگویید. یک شنبه اون یه ده 17 تیر سنه 1279 به معیت شما ابرام خان عکاس باشی برای تماشای سینماتوگراف لانگ تور ماجیک رفته. راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟ کات قبله یالم. این کات یعنی حرف نزن، خفه شد. زنها چرا در اندرون رو باز نمی کنن؟ فراش باشی؟ ما نبودیم اینجا خبر شده؟ مختصر اخباری هست که عرض خواهد شد. بله، تزار 10 میلیون منات باج میخواست، دادیم تا اشقاباد را پس بگیریم، ندادند. بله، عملجات طرف و خلوت و خاجگان حرم سرای مبارکه که تا کنون برخت نوکری و لفت و لیست قناعت داشتند، مواجب میخواستند، ندادیم، به کدایی افتادند. از بیکاری چه بهتره؟ سیقه های درجه 3 و زنان از 50 گذشته همیشه به نماز ماهی 500 تومان مستمری دیوانی میخواستند، ندادیم، باب حرم را به روی سلطان مسدود اعلام کردند. دادم یانده، خب میدادی. از کجا قبله عالم، از کجا؟ خزانه ملت از قلب سلطان پاکتر است. عجبا عجبا، خیر سرمان میخواستیم برای ملت سینما توغراف تأسیس بکنیم مثلا. عکاس باشه، هل مفلس فی امان الله فرمول یخته. پس آتیه چه می شود؟ تصدق تنگردن. عزت الله انتظامی در نقش مظفرالدین شاه در فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما. آقای مخمل باف، تو این فیلم شما هم نقش مظفرالدین شاه رو به آقای انتظامی دادید و هم ناصرالدین شاه رو. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ اول باید بگم که این فیلم ناصرالدین شاه در واقع ستایشی است از تاریخ سینما. برای آقای انتظامی فقط بازی در نقش ناصرالدین شاه نبود، نزدیک شدن به نقشای دیگه تو فیلمای دیگه هم بود. مثلا میرفت با بهروز وثوقی در فیلم گوزن ها مشروب میخورد، میرفت تو فیلم گنج قارون با فردین آبگوشت میخورد، میرفت در فیلم گاو با خودش روبرو میشد، میرفت در فیلم قیصر مثلا با نقشای دیگه ای روبرو میشد، ناصر ملک مطیع، میرفت در یه فیلم دیگه با گوگوش روبرو میشد و تو هر فیلمی باید به اون نقشا نزدیک میشد. در این حال این یک پادشاه مستبد دیکتاتور سانسورچی بود که باید قدر قدرت بود. از طرفی وقتی عاشق هنر میشه پشت پا میزنه به سلطنتش و باید یک هنرمند شوریده و عاشقی بشه. همه اینا در واقع نقشای حسی متفاوتی بود که هی باید از این حالت به اون حالت میرفت. اول قرار نبود نقش آقای مظفرالدین شاه رو ایشون بازی کنه، ولی وقتی من دیدم آقای انتظامی در همه این نقشا موفق بود، به خصوص که یه مشکلی هم برامون پیش اومد در نقش کسی رو که برای اون نقش انتخاب کرده بودیم، شبونه من رفتم پیش آقای انتظامی گفتم این نقشم خودت بازی کن و از استعداد ایشون همین بس که تا صبح تمرین کرد و مظفرالدین شاه رو به عنوان پسر ناصرالدین شاه، یعنی پسر نقش خودش، چنان بازی کرد که ما نمیتونیم احساس کنیم این هر دو نفر یکی هن. ناصرالدین شاه پادشاه دیکتاتور قدر قدرت
هنرگاهی هنردوسته، اما مظفرالدین شاه یک شاه بیمار بدون اراده سرکوبه که از ضعف اراده شاید مشروطه هم امضا میکنه، و اینا نقشای بسیار متفاوتی بود که فقط با تفاوت در گیریم و لباس به دست نیومد. در ایجاد این نقش توسط آقای انتظامی اینا خلق شد. آقای مخملباف، صحنه خاصی است، دو تا صحنه متفاوت از این رقص و اینها. چطور بود اجرا این صحنه رو، چطور اجرا کردید با آقای انتظامی؟ هر شود که اسم این صحنه بود طوفان برگ در تاریخ، یعنی در واقع ما سعی کردیم یک نگاه شاعرانه داشته باشیم به عبور تاریخ به عقب، چون تاریخ ایران تاریخ رو به جلو که نیست، تاریخ رو به عقبه. مثلا جمهوری اسلامی بیشتر به دوران قاجار نزدیک میشه، و ما سعی کردیم نشون بدیم که چطور تاریخ به جای که بیاد جلو میره عقب. اما اینو شاعرانه دیدیم، نخواستیم خیلی سخت بهش نگاه کنیم. اجراش که البته واقعا دشوار بود، یک عالم برگ، یک عالم فن، دوربین ریورس، رقص ریورس، برای که این لحظه خیلی نمادین و شاعرانه در بیاد. خب آقای انسامی با این سنش خیلی تلاش کرد. من لحظاتی رو داشتم با آقای انتظامی که می اومد منو می کشید کنار و عشق از چشماش می اومد، می گفت ملاحظه سن منو نکن، هر چقدر لازمه بذار این صحنه ها تکرار بشه، برای که من نمیمونم، تو نمیمونی، ولی این فیلم ها میمونه. و خب من جدی بودم، اما واقعیت این که ملاحظه سن ایشونو می کردم، اما ایشون خیلی سخت می گرفت به خودش. آقای انتظامی خیلی گزیده کارم بود. من یادم یه روز برای تشکر رفته بودم بعد از ناصرالدین شاه خونه‌شون، یک دفتر بزرگی به عنوان کارنامه‌اش رو آورده بود، هر چی تئاتر و فیلم بازی کرده بود اون تو یک صفحه بهش اختصاص داده بود و اون آثار هنری نمره‌ای داده بود، به بازی خودش در اون آثار هم نمره داده بود، درست مثل یه معلم سختگیر. مثلا این تئاتر 7، بازی من 8، این فیلم 10، بازی من 9. خوشبختانه چند تا فیلم بود که خیلی دوست داشت، یکیش ناصرالدین شاه بود که هم به فیلم و هم به خودش نمره بالایی داده بود. شما فیلم رو سال 70 ساختید و در اون بازگشتی کردید به سینمای ایران در قبل از انقلاب، و بخشش هم اشاره به فیلم گاف هست، فیلمی که آقای انتظامی باش مطرح شد، یعنی حدود 30 سال پیشش اون فیلم ساخته شده بود، و باز تو این فیلم شما خواستید که آقای انتظامی اون نقش رو در گاو باز تولید کنه و تبدیل به گاو بشه مجددا. ببینیم این کلیپ رو از فیلم. عکاس باشی، مایلیم خود اشتراک کنیم و آرتیست مهم سینماتوگراف بشویم. سلطان به وقت هوشیاری از کرده خیش پشیمان میشوند. تقدیر از شاه بابا سلطان قدر قدرتی نساخت، ببینیم آرتیست ماهری چون جعفر چی کار میکنی؟ گریم میکنیم قبله عالم. گریم؟ کار هر روزه ماست.
تا کنون کسی کلاه از سر سلطان بر نداشته بود. لیکن کلاه بر سر سلطان فراوان گذاشتن قبل یانم. بگوید اه. ها؟ اه. 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 بیشتر با. چیه دکتر؟ کجای ما به گاو می رود؟ اگر حس بگیرید همه جایتان این دست اول بازیگرید. قبله عالم حس بگیرید قبله عالم، چون گاو نگاه کنید نمایشی بازی نکنید، یونگه را حقیقتا ببرید. من مشت اصلا نیستم، من گاب مشت اصنم. این حرف رو نزن مشتی، به داد گابت بره. کافیست کافیست. گاب بودن چه دشوار است. من قبله عالم نیستم، من گاب مشت زنم، من گاب مشت زنم. این را همه میدانند قبله عالم، اما جرأت گفتنش را ندارند. من گابم قبله عالم. و گاو بودن واقعا چقدر سخته. آقای مخملباف، خیلی کوتاه اشاره کنیم به فعالیت‌های غیر سینمایی آقای انتظامی، فعالیت‌های بشر دوستانش در حقیقت. ایشون با برخی از هنرمندان دیگه در طول این سال‌ها فعالیت‌هایی داشته در زمینه کمک به کودکان، به خصوص کودکان ایرانی، افغانی و همینطور محیط زیست. با شما هم توی یک دوره این فعالیت رو داشت، از این بخش فعالیتشون بگید. در سال 2001 که من فیلم سفر قندهار رو ساختم، به دلیل ارتباط وسیعی که با جامعه مهاجر افغانی داشتم متوجه شدم 747,000 کودک افغانی که خیلیشون متولد ایرانن محرومن از مدرسه رفتن. من یه انجیوی را انداختم به اسم جنبش آموزش کودکان افغان، برای اینکه کمک کنیم قانون رو عوض کنیم، امکانات تهیه کنیم اینا برن مدرسه. خوشبختانه این انجیو موفق شد که قانون رو عوض کنه تو دوره آقای خاتمی. چند هنرمند با من در این زمینه همکاری کردن و اومدن تو هیئت امنای این خیریه در واقع. یکیش خانم رهنورد بود، یکیش آقای انتظامی بود، یکیش آقای مرادی کرمانی بود که اینا نامشون رو گذاشتن و ما تونستیم در واقع صدها هزار نفر رو بعد از تغییر اون قانون در مدارس رو بروشون باز کنیم. سالها بعد آقای خامنه ای هم گفتش که بله کودکان افغانی هم حق دارن درس بخونن، در حالی که خود ایشون و سیستم ایشون مانع از این بود که این مهاجرین به مدرسه برن. اون موقع اگر آقای انتظامی، خانم رهنورد، آقای مرادی کرمانی و خیلی از دوستان دیگه کمک نمی کردن، حتما ما به این راحتی نمی تونستیم این کار رو انجام بدیم. بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما. اما برای بخش پایانی برنامه این هفته، مینای شهر خاموش رو ببینیم، ساخته امیر شهاب رضویان. این فیلم روایتی هست عاشقانه درباره سه نسل و فاصله هاشون. آقای رضویان متولد 1344 همدان هست و دانش آموخته سینما و از پیشکسوتان سینمای آزاد، آماتور و سینمای جوان در ایران. از دو سه سال بعد از انقلاب فیلمسازی رو شروع کرده، حدود 40 تا فیلم کوتاه و 6 فیلم سینمایی هم تا حالا ساخته و در کار آموزش سینما هم فعاله. فیلم مینه شهر خاموش یکی از این فیلم‌های اوست که در سال 84 ساخته شده و در جشنواره 25 فیلم فجر در سال 85 نامزد 7 سیمرغ بلورین شده و از همون جشنواره سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای شهاب رضویان و بهترین بازیگری رو برای عزت‌الله انتظامی به همراه آورده. مینای شهر خاموش رو با یاد و خاطره عزت‌الله انتظامی ببینیم.
بینای شهر خاموش رو دیدیم، ساختگی شعب رضویان، فیلمی در ستایش عشق و میهن دوستی و ارزشایی که ممکنه رو به فراموشی باشه. میرن شهر خاموش در روی فرهنگ ایرانیه، داستان سرراستی داره و فیلمساز با تکیه بر نشانه های بومی سینمایی درش روی شیوه روایتگری کلاسیک رو به پیش گرفته. هم قصه به شکل کلاسیک پیش میره و هم شخصیت پردازی ها به روال قصه کلاسیک هست و پر از نشانه های ملی و ایرانی. این فیلم البته مدتی در نمایش داخل ایرانش با مشکل روبرو شد و در زمان اکران مقامات نزدیک به دولت وقت فیلم رو در راستای مصالح نظام ندونستن و فیلم سرانجام با تغییراتی به نمایش عمومی در اومد، اون هم البته به صورت محدود. فرصت برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه. از طریق راه های ارتباطی که همینجا داره زیر نویس میشه، شما برای ما بنویسید نظر و خاطراتون از عزت الله انتظامی و همطور همین فیلم رو. توی برنامه دیگه به اتفاق محسن مخمل باف میهمان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم.